ولی من برام یه سوال پیش اومده که براش مناسبه این میتونه چه شخصیتی باشه که هی محمد تا حالا 600 دفعه زب کرده هی میگه براش مناسبه. یکی از شهرهایی که میتونیم به عنوان مبدا سفرمون انتخاب کنیم و از اونجا بریم جای خوشگل بندرعباسه. ما از هر جای ایران با هواپیما یا هر وسیله نقلیه دیگه میتونیم بریم سمت بندرعباس و از اونجا تصمیم بگیریم که کجا بریم. به طور مثال میتونیم با قایق و شناور و اینجور چیزا بریم سمت جزیره هایی مثل هرمز و قشم و هنگام و این جزیره ها که قبلا ویدیوشو رفتیم و ما اونجا بودیم و توی سفرمون دیدید حتما، یا میتونیم مسیر شرقی ها انتخاب کنیم و بریم سمت چابهار و اون جای عجیب غریب سیستان بلوچستان که احتمالاً توی اینترنت دیده باشید، یا میتونیم مسیرهای غربی رو انتخاب کنیم که یا از مسیر کناره خلیج فارس بریم تا بوشهر، یا اینکه از لار و جهرم و اینجور شهرها رد بشیم و بریم سمت شیراز. ما هم که از هرمز رسیده بودیم به بندرعباس تصمیم گرفتیم که همین مسیر رو انتخاب کنیم و بریم سمت شیراز. اینم بچه‌هامون داریم حسابی تمیزشون می‌کنیم برای ادامه مسیر. زدیم کنار که یه استراحتی بکنیم سر زوری بعد از اینکه اون مسجد سنیا برنج چرب و چیلی بهمون دادن با ماهی وای خدا. بعد کنار زمین بودیم، بعد فاطمه دلش گوجه خواست رفت از اونایی که اونجا چادر زدن، پرسید که بپرسه که تو یکی دو تا گوجه بخوره، بهش گوجه و پیاز و کنار و آب و اینا دادن. خسته نباشی دلاوه. مرسی. صابونه محمد تز به به خوردن داره، واقعا داره تخم مرغ با خورما قاطی میکنه با زحمت اساسی. ببینم چیکار کردی. اوه عالی. البته قبلش کلی هم میوه شسته. این هم از نمایی از چادر به هم ریختمونه که دمدمه های صبح که میخوایم بریم اینجوری میشه. افتکارات جو بیا این بره بازار یه جای خوشگل کلی صدای پرنده داریم. میریم به سمت جهرم حدوده 80-90 تا داریم، هم با توی روبرومونه، همین که مسیر پر از کامیون روی داریم متاسفانه، که اینم یکی از معضلات ما توی مسیر، هم صداش ما رو اذیت میکنه و هم بادش ما رو میندازه اونوری. خلاصه که اینم یکی از داستانهای سفر ماست و اینم که منم. اینم محمد خاکی پرد داشت هنوز. بله یه چند قصد جاده خلوت شد خدا رو شکر، ولی الان میاد به سمت جهرمیم و بعضی از سربلایی ها رو دیگه باید التماسش کنیم تا بیاییم بالا، ولی فاطمه داره پرقدرت میاد و همون گرد. بندرعباس یا همون بندر گنبرون قدیم، اگه تلفظشو دارم اشتباه میگم بیاید توی کامنت ها برامون بنویسید، یه شاهراه قدیمی بوده و هنوز هم همین جوریه و اگر شما بخواید مخصوصا توی زمستون که هوا یکم سرده و اونجا هوا خوبه بخواید یه مبدأ یا انتخاب کنید که از اونجا برید سمت یه سری جای بکر و خوشگل، بندرعباس میتونه خیلی بندرعباس میتونه گزینه مناسبی باشه براتون. البته که اینجا مسلما بندرعباس نیست با این مقدار برف، ولی اینجا گیتی گپه و من محمد همرکاب ما باشید. یک دو سه اکشن. خب زب. یکی از شهرهایی که میتونیم به عنوان مبدا سفرمون انتخاب کنیم و از اونجا جاهای خوشگل و بکر رو بریم بندرعباسه. آدم اصلا سخن نگوید. برو. منو نندازه کاد بیرون، من میخوام صحبت کنم. برو. آقا من الان میتونم ضبط کنم تا صبح، من قهوه ندیم بخورم. آقا به من قهوه ندیم، بده رکورد کنم. بیا برو.
میخواد راجب بندر عباس صحبت کنه. الان به من قهوه ندیم. تو الان بین انگشتان من گیر کرده ای، نفس نکش وگرنه میکشمه. برف ریخته. بندر عباس. بندر عباس. این عکس رو تیشرتتون چیه؟ خیلی زشته. اشتباه شده. دو چرخ سوار خیلی زشته. تا حالا 600 دفعه زب کرده، هی میگه برش مناسبه. اینه که میشه اینجوری. وایسا بگونم.